children's class. کلاس‌های اطفال، گروه‌های نوجوانان، جلسات دعا و حلقه‌های مطالعه تأثیر زیادی روی این محله گذاشته و این تأثیر خیلی عمیق و مشهوده. هر روز خانواده‌ای رو می‌بینیم که از طریق قدرت جلسات دعا با هم آشنا میشن. دوستی‌های عمیقی که بین جوان‌ها شکل می‌گیره، قلدری و سرکشی از طریق ورزش به پیوندهای دوستی عمیقی تبدیل شده. خانواده‌ای رو می‌بینیم که از حریم دوستی‌های محدودشون فراتر رفتن و بیرون اومدن که با بقیه آشنا بشن. حالا که کرونا تو این محله هم وارد شده، تعدادی از نوجوانا نیاز دارن تا دسترسی به اینترنت داشته باشن تا بتونن به صورت مجازی تو مدرسه شرکت کنن. ما هر روز صبح میایم اینجا با هم دعا میخونیم، بعد در رو باز میکنیم که 10 تا 15 تا نوجوان بیان و کلاسای مدرسه شون رو داشته باشن. تکالیفشون رو انجام میدن، اگه هر کمکی بخوان راهنماییشون میکنیم. براشون غذای رایگان میاریم، لوازم تحریر بهشون داده میشه. معمولا یه روز در هفته و گاهی 2 روز برنامه تواندهی نوجوانان داریم. یه باغچه در حضرت القدس محلی داریم که متعلق به جامعه است و خانواده من یه باغچه کوچیک داره. کاری که ما میکنیم اینه که همسایه هامون رو دعوت میکنیم. به جز باغچه من و یکی از جوانای بهایی، بقیه قسمت ها باغچه همسایه هاست. معمولا کسایی که غیر بهایی هستن میان با هم دعا میخونیم و ارتباط رو تو حیطه جامعه سازی برقرار میکنیم. برای نوجوانایی که تو طول روز میان، سوپ سیب زمینی با ادویه کاری درست کردن. اونا تا حالا غذای وگان نخورده بودن. سوپو چشیدن و گفتن: وای خدا، همین برگا رو از بیرون چیدین ریختین تو سوپ، مزه غذای واقعی میده. بهشون گفتم: بچه‌ها این واقعا غذای واقعیه. غذایی که می‌خوردیم اینطوری درست میشه. اسم من آدفامی اویمات هست و در شهر شارلوت تو ایالت کارولینای شمالی زندگی میکنم. به عنوان همکار هماهنگ کننده سلسله دروس تو این منطقه خدمت میکنم. در شهر فرولانس در کارولینای جنوبی به دنیا اومدم با یه مامان و بابای نوجوان دبیرستانی. پدر بزرگ و مادر بزرگ مادری مسئول کلیسا بودن و با بارداری قبل از ازدواج به شدت مخالف بودن. به خاطر همین مادرمو مجبور کردن که با پدرم ازدواج کنه. ازدواجش اجباری بود. بعد 2 تا بچه دیگه هم به دنیا آورد. من خواهر دارم که فقط 1 سال با هم تفاوت سنی داشتیم و مثل 2 قلوها با هم بزرگ شدیم. بعدش یه خواهری که 5 سال ازم کوچیک‌تر بود گیرم اومد و بعدش یه خواهر به اسم آیانا که الان 17 سالشه و یه دونه خواهر 18 ساله که از طرف پدری خواهرمونه. مامانم دلش میخواست معمار بشه ولی تصمیم گرفت تو خونه بمونه و از خانوادش مراقبت کنه. اما وقتی خیلی جوان بود طلاق گرفت و بعد با ناپدریم آشنا شد. ولی خیلی مهربون نبود، مرد بدجنسی بود. گرچه از لحاظ مادی هر به چیزی که خانواده نیاز داشت فراهم بود، ولی همیشه صدای دعوا و داد و فریاد از خونمون بیرون بود. از اون معسلا بودم که عاشق مدرسن. اصلا دلم نمیخواست تموم شه. مادرم خیلی سختگیر بود. ما اجازه نداشتیم نمره کمتر از 18 به خونه بیاریم. رقصنده بین مسابقات فوتبال بودم. تو کلاس های ارتشی به نام ROTC بودم. تو کمیته مهمونی پرام بودم. تو آکادمی مطالعات خارجی بودم. تو کلاس های بالاتر از گروه و کلاس های AP بودم. با نمرات بسیار خوبی فارغ التحصیل شدم. واقعا از مدرسه لذت می بردم. برام یه راه فرار بود. دوست داشتم یاد بگیرم. مامانم توی مزرعه توی شهر کوچیک تو کارولینای جنوبی بزرگ شد. پدر بزرگ مادر بزرگم اونجا یه عالمه زمین داشتن و خودشون توی خونه آجوری وسط زمین هاشون بودن.
خونه ما و دو تا از خاله ها و دایی ها و بچه هاشون سمت چپ بود و بعد سمت راست یه خاله و دایی دیگه هم با بچه هاشون بودن و همه خاله و داییم حداقل 3 تا بچه داشتن. یادم میاد تو قسمت های مختلف باغ میدویدیم. آخه تو خونه های کانکسی تو محوطه باغ زندگی میکردیم و اصلا نیاز نبود کفش بپوشیم. تمام روزو بیرون آزادانه بازی می کردیم. اینا پررنگ ترین خاطرات دوران بچگی من. اومدن به شهر شارلوت در کارولینای شمالی خیلی هیجان انگیز بود. چون فکر می کردم کارولینای شمالی و جنوبی تفاوت چندانی با هم ندارن. اما شارلوت به شدت متفاوت با فلورانس بود. بعد از دبیرستان به دانشگاه رفتم. اواسط سال تحصیلی با شوهر سابقم آشنا شدم. یک روز بارون خیلی خیلی شدیدی می اومد و هیچکی از اتاقش بیرون نرفته بود. ولی من از اینکه همین جور تو خوابگاه نشسته بودم خسته شده بودم. فکر کردم خوبه برم کافتریا یه ناهاری بخورم. تو بارون رفتم. شوهر سابقم بهم گفت میدونی تو اولین کسی هستی که امروز بیرون اومده. ما کل روز بیکار بودیم. گفتم خب میشه لطفاً بهم فیل مرغ بدی؟ و بعد شماره تلفنم ازم خواست. گفتم باشه حتماً. وقتی با هاش آشنا شدم فکر کردم خب میتونیم تشکیل خانواده بدیم و عالی میشه. وقتی فهمیدم پسرم رو باردارم اون به زندان رفت. شوک شده بودم چون نمیدونستم داره کارایی میکنه که باید به زندان بره. اون یواشکی از آدم ها دزدی میکرد. به سخت جنین اعتقاد نداشتم. حس می کردم مجبورم با کسی که ازش بچه دارم ازدواج کنم و باید باهاش بمونم. اوائل 2011 بود که به زندان رفت و اواخر 2013 بیرون اومد. ما یه هفته بعدش ازدواج کردیم. حس می کردم می خوام اشتباه همو جبران کنم. اشتباه داشتن این بچه بدون اینکه ازدواج کرده باشیم. اینجوری خودم رو محکوم می کردم. And I think maybe I condemned myself. He was abusive. اون آزارم میداد و من نمیخواستم ترکش کنم. فکر میکردم تو تمام این ماها تو زندان بوده. اینا رو اونجا یاد گرفته. چون وقتی که تو زندان بود خیلی چیزای دیگه ازش فهمیدم. More about him once he. اون موقع کلی وقت داشتیم که از خودش و واقعیت زندگیش برام بگه. و من خیلی چیزها رو فهمیدم. فکر کردم به خاطر اینکه این دوره طولانی زندان بوده، اگر کمتر حرف بزنم، اگر متفاوت حرکت کنم، اگر بیشتر آشپزی کنم، اگر کمتر تئاتر انجام بدم، اگر خیلی به کلاس نرم و خیلی تو محبت دانشگاه نرم و مستقیم بیام خونه. و اگه همه پولامو به اون بدم و از زنهای دیگه شکایت نکنم، نمیدونم، شاید یه چیز گذرا باشه. اینا همه یه چیزایی بود که مدام به خودم میگفتم. چون تصمیم گرفته بودم بچه‌مو نگه دارم، پس لیاقتم همین بود. This is my fate. Like, this is what I deserve. تو خونمون ولوله بود. به همون یاد داده بودن که بریم مدرسه و وانمود کنیم که هیچ اتفاقی نیافتاده. انگار نه انگار که خونمون توش دعواس و لباسا از پنجره پرت شدن تو چمنای جلوی خونه. نشون بدید که همه چی عالی و مرتبه. منم داشتم دقیقا همون چیزی رو که یاد گرفته بودم تو زندگی خودم پیاده می کردم. وقتی فهمیدم دوباره باردارم مطمئن بودم که دختره. اما اون یک بچه دیگه نمیخواست. گفت شاید باید سختش کنیم. قبول کردم. حقوقش رو گرفته بود ولی هر وقت حقوق میگرفت از خونه میرفت که مجبور نباشه کرایه خونه یا پول قبض رو بده. بهش گفتم ببین
اگر میخوای بری بیرون برو، ولی میشه برای پرداخت اجاره خونه کمک کنی؟ اما به هم کمکی نکرد. حامله بودم، پول کرایه رو نمیداد. گفتم شاید باید فقط برای پرداخت هزینه سقط جنین ازش بخوام به هم پول بده. به هم پول داد، منم رفتم کلینیک. و وقتی رسیدم اونجا، تظاهرات علیه سقط جنین بود. به هم میگفتن تو قاتلی. روی صندلی‌های مطب پدهایی گذاشته بودن. گفتن ممکنه قبل از اینکه برید تو اتاق دکتر سقط جنین داشته باشید. این پدها رو برای این گذاشتن رو صندلی‌ها. نشستم توی سالن و منتظر بودم و فکر می‌کردم. پیش خودم فکر کردم بعضی از این زنها که اونجا تو این سالن انتظار نشستن همینجا رو صندلی بچه‌شون رو از دست بدن و اون لحظه حسابی منو به هم ریخت. ترسیدم و اونجا رو ترک کردم. تصمیم گرفتم از باقی مونده پولی که اون بهم داده بود برای پرداخت قبض هام استفاده کنم. یادم میاد ژانویه 2015 وقتی اومدم خونه، دیدم رو در خونه یه قفل زده شده. معنیش این بود که به خاطر اینکه صورت حسابا پرداخت نشده قفل زدن. چند روز قبلش اون اومد و چاقو رو زیر گلوی من گذاشت. بهم گفت میکشمت. یادم میاد دخترم رو خیلی سفت چسبونده بودم به سینم. سعی میکردم خودم رو بچپونم تو تخت نوزاد. همینجور جیغ میکشیدم و به دیوار میکوبیدم. فکر میکردم همسایه هم برای کمک به هم میان، اما نیومدن. همینجور داشتم به این فکر میکردم که چطوری میتونم از خونم بیرونش کنم. خواستم خودم برم. از اون خواهش کردم خونه رو ترک کنه، اما اون نرفت. اون روز که اون قفل رو روی در دیدم، رفتم به یه پناهگاه. پناهگاه زنهای بی خانمان. گفتم این شانس آخرمه، باید ترکش کنم. مجبور شده بودم بچه هامو بیارم همچین جایی. دیگه هیچی برای دست دادن نداشتم. همه چی ما از دست داده بودم. حتی بعد از اون ماجرا هم بازم یه بار دیگه بهش فرصت دادم. تا زمانی که دوباره به زندان رفت و من تونستم بگم خدایا فکر کنم دعاهامو شنیدی. من دارم پرکش میکنم. نمیخوام دخترم اینجوری بزرگ بشه. نمیخوام پسرم مثل اون بزرگ بشه. مطمئنم تو دوست هم داری. میدونم که به خاطر سرفرازی خودم مونده بودم و این حقارتم باعث میشه تو منو به خاطر جدا شدنم ببخشی. Allow you to forgive me in this divorce. After I left him, he got out of prison. He came back home. بعد که از زندان اومده بود بیرون، من نمیخواستم باهاش باشم. اون تلاش میکرد و من جوابم نبود. و اون تو خونه خودم مزاحمم میشد و کارایی میکرد که ناراحتم کنه. میگفت که آخر هفته میام که بچه ها رو بگیرم و یکم به تو کمک بشه. ولی بعد میگفت بچه ها رو بر نمیگردونه. ماشینم رو توقیف کرد و مجبور بودم یک ساعت تا نزدیکترین ایستگاه اتوبوس پیاده راه برم تا بتونم با اتوبوس تا مرکز شهر برم. صبح ساعت 4:30 بیدار می شدم. از ساعت 5 شروع می کردم پیاده رفتن. دخترم رو که 2 سالش بود می ذاشتم رو کولم و پسرم که 4 سالش بود هر روز صبح با من راه می رفت. هر روز 1 ساعت تو علفا می رفتیم چون پیاده رو هم نبود. پسرم کل مسیر رو ساکت راه می رفت. ناراحت می شدم ولی نه از پسرم، چون می دونستم خسته شده. فقط 4 سالش بود. دوشنبه تا جمعه برنامه همین بود. قبل از اینکه تو مدرسه کلاساش شروع بشه روزی 1 ساعت پیاده می رفت. نمی خواستم قور بزنم. می گفتم همه جای دنیا مردم همینطوری زندگی می کنن. موسیقی
داغون بودم. حس میکردم نمیتونم ادامه بدم. و شاید اگه برم نزدیکتر به خانوادم حداقل یکم بهم کمک میکنه. بالاخره بعد از 7 سال به شارلوت نقل مکان کردم. وقتی رسیدم به اونجا مامانم گفت 90 روز وقت داری که ماشین، کار و خونه پیدا کنی. وگرنه باید با بچه هم برم پناهگاه بی خانمان ها. و من گفتم باشه، سعی میکنم و انجامش دادم. 100 روز طول کشید ولی شد. افسرده بودم و برای سرگرمی همیشه دنبال کارهایی میگشتم که مجانی باشه و سرگرم باشم. تصمیم گرفتم در یک دوره والدین مجرد شرکت کنم. من و بچه ها از بالکن خونمون میدیدیم که کلی بچه میرن خونه همسایه و میان بیرون. کاغذ و هندونه و اینا تو دستاشون بود. با خودم گفتم اینا دارن چی کار میکنن؟ یه روز اونا اومدن خونه ما، در زدن و درباره کلاس اطفال صحبت کردن. و من گفتم آره خیلی خوبه، ولی این روزا دارم یه کلاس تو کلیسا میرم. و بهشون گفتم وقتی اونجا تموم شد بچه ها رو میارم. ولی خودم هم باید بیام چون من شما رو نمیشناسم. اونا گفتن حتما، ما هم خیلی دوست داریم و خوشحال میشیم که شما هم بیاییم. اونا ازم پرسیدن آیا حاضرم در یکی از دوره های مؤسسه روحی کتاب 1 شرکت کنم؟ گفتم حتما، چرا که نه. یک شب دیگه که میتونم احساس مثبت بودن بکنم و یه شالوده درست و صحیحی رو برای زندگیم بریزم. بالای کوه‌ها برای چند روزی تو کمپ‌های مؤسسه آموزشی شرکت کردم. به مامان و خانوادم گفتم که دارم چی کار میکنم. مادرم گفت چرا با این آدم ها هستی؟ دروغ میگی؟ خدا تنبیهت میکنه چون این کارها با راه مسیح متفاوته. گفتم ای خدا. یک ماه بعد از شروع خدمت تمام وقت بهایی شدم. کلماتی که میخوندیم برام الهام بخش بود. همچنین لطف و مهربانی جامعه بهایی بی نظیر بود. و فقط دلم میخواست بتونم این حس رو با بقیه به اشتراک بذارم. انگار میخواستم منم از اون چه یاد گرفتم به بقیه بدم. احساس کردم بچه هام باید هر چیزی رو که لازمه یاد بگیرن که مثل بهایی ها باشن. که مثل اونا غریبه ها رو ملاقات کنن، کلام الهی رو باهاشون بخونن، جامعهشون رو بسازن، با هم بخندن و مسرور باشن، با هم غذا بخورن و دعا بخونن، با هم یاد بگیرن و واقعا مثل یه خانواده باشن. Learn together and just really be like a family, you know. And تصمیم گرفتم که اعلام کنم بهایی هستم. It doesn't matter what. گذشتت مهم نیست. مهم اینه که دنبالش باشی. مثل نسیم خودش میوزه. چون نسیم نوبهار می‌وزی چون
برد ابر تیرگی، می شود آفتاب آسمان. راز گل شد عیان، من شدم محو تو، سر به بالای تو برده هوش از سر هم زمین هم زمان.